با بهترین درودها خدمت شما بینندگان گرامی. بالاخره بعد از آنکه از کیسه مارگیری آقا فرد دستگیر شده ایشان با رأی مردم بیرون آمد و آقای حسن روحانی با یک ضربه حریفان دیگر را ناک اوت کرد و شنل مبارک آبدارچی را بر شانه انداخت، عده زیادی خوشحالی کردند، جشن گرفتند. مردم به خاطر اینکه این بار آقای روحانی با رأی ایشان از صندوق بیرون آمده است بسیار بسیار رقصیدند و پای کوبیدند. اما کسی نپرسید مگر قرار بود از کیسه مارگیری آقا فرد دیگری بیرون بیاید؟ آیا جز آنها که همگی به رأی آقا در این کیسه ریخته شده بودند شخص دیگری بیرون آمد؟ به هر صورت آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی بیرون جست و اینگونه به مسئله انتخابات پایان داده شد. گروه زیادی از یاران فرصت طلب و اصلاح طلب و دیگر طلب خود را جلو انداختند و فریاد زدند بالاخره سر آقا کلاه گذاشتیم، سر آقا کلاه گذاشتیم و حسن آقای روحانی را بیرون آوردیم. آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی همچنان خود را بالا نگاه داشتند و گفتند ایشان کاندیدای ما بود. آنی که آقای خاتمی را خودش رو قبول نکردند و آقای رفسنجانی رو رد صلاحیت کردند، حال چگونه نماینده انتخاب کردند خود جای سوالی است. گروه فرصت طلب و اصلاح طلب بانک زدند که اون نماینده ماست. از سوی دیگر گروهی که برای خود قبای وزارت و صدارت دوختند به صف ایستادند که حسن آقا می آید و ما به صدارت و وزارت گماشته می شیم. گروه اصلاح طلب خوشحال از اینکه این فریدون زمان می آید و همه چیز را عدل و عاد می کند و جشن گرفتند و تلفن ها و ایمیل هایی را به یکدیگر می زنند. بیچاره مردمی که دل در گروی نماینده آقا دارند، آیا شما تصور میکنید نماینده آقا این چنین یا آنچنان است؟ به هر صورت و بالاخره حسن آقای روحانی دیروز آب پاکی را روی دست همه آنها که میرخصیدند و فریاد میزدند ما اصلاح طلب و فرصت طلب و چیز طلب و این طلب و اون طلب هستیم ریخت و در یک سخنرانی اینگونه اعلام کرد که همه فرصت طلبان با لبان آویزان به این قضیه نگاه میکنند. میرویم و به صحبتهای حسن آقای روحانی در مورد آنکه جزو کدام طلبها هستند میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به محضر حضار گرامی، کابینه آینده طبق وعده یک کابینه فراجناحی با تکیه بر شایسته سالاری خواهد بود و با توجه به اینکه این دولت هیچ تعهدی به هیچ حزب و جناحی نداده است و وامدار هیچ حزب و جناحی نیست، شایسته ترین افراد از هر طیف و جناح که باشند، البته به شرط اعتدال و میانه روی، برگزیده خواهند شد برای خدمت به مردم. مردم در این انتخابات دوری از خشونت بود، دوری از افراط بود. پیام مردم در این انتخابات قانونگرایی و شفافیت بود. رأی اکثریت مردم
مبنای حرکت آینده در این کشور خواهد بود و دولت خود را موظف می‌داند به نظر اکثریت و رأی مردم احترام بگذارد. دولت پاسدار حقوق همه افراد ملت است. دولت باید و موظف است همه مردم را در اجرای قانون و دادن فرصتها برابر ببیند. اما در این حال راهی که دولت برمی‌گزیند بر مبنای رأی اکثریت است و اون راه راه اعتدال است. اعتدال طیف بسیار وسیعی دارد، از باورها و اعتقادات آغاز می شود تا هنجارها، رفتارها و اعمال.
با بهترین درودها خدمت شما بینندگان گرامی، شما که به تماشای برنامه راه آینده، برنامه حزب مشروطه ایران از طریق شبکه سراسری کانال یک در لس آنجلس نشسته اید. درودی داریم به همه هموندان حزب مشروطه، درودی داریم به همه مبارزان سیاسی با هر عقیده سیاسی که هستند و در این راه در کنار یکدیگر برای آزادی ایران قدم برمی‌داریم. در برنامه امروز به سیاتل می رویم و با آقای مهندس شایان آریا، عضو شورای مرکزی و مسئول روابط خارجی حزب، به گفتگو می نشینیم. جناب مهندس شایان، درود بر شما. آرمان، درود بر شما و همه هموطنان عزیز. امیدوارم که حال شما و همه هموطنان خوب و خوش و خرم باشید. جناب شایان، اون چی که اتفاق افتاده، آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی انتخاب شده و دلها در گروه این هست که ایشان بیایند و همه چی را درست بکنند و وضع اقتصاد، وضع مالی، وضع شغل، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی زنان و حتی به روایتی آزادی ازدواج همجنسگرایان. آیا به نظر شما این گونه خواهد بود؟ اصلا که اون دل بخواد به اون چیزی که واقعیت پیش بیاد، دو تا چیز مختلفه. بله، همونجوری که میفرمایید بسیار امیدها هست، خیلی ها علاقه مندم که امیدوار باشن که آقای روحانی بتونه همه این کارها رو بلکه بیشتر هم انجام بده، ولی خب ما هم امیدواریم که ایشون بتونن همه این کارهایی که شما فرمودید رو انجام بدن، ولی به گمانم که این امیدها به جایی نخواهد رسید و متاسفانه احتمال من میدم که به ناامیدی ختم میشه. چون اگر شما توجه بکنید، حالا ما اگر حتی آقای اثرات که روحانی رو هم به عنوان یک آدم صادقی در نظر بگیریم که به نظر نمیاد اونقدرها که تبلیغات برایشون میکنن ایشون آدم صادقی باشه، چون کم تر کسی میتونه با صداقت در این حکومت باشه و در تمام طول این 34 سال در بالاترین مقام ها، اون هم مقام های پشت پرده که به همه کارها، همه جنایت ها، همه کارهای روی خلافی که جمهوری اسلامی و مسئولانش کردن آگاه باشه و باز هم در همین سیستم بمونه و شغل مقام خودش کنار گذاشته نشه. ولی حالا فرض هم اگر بر این بگیریم که ایشون خودش صادقانه میخواد این کارها رو بکنه، بعد نگاه بکنیم ببینیم این امیدهایی که مردم دارن در چه چیزی هست. مردم امید دارن که ایشون عمدتا در دو حوزه بتونه کارهای خود کار وضعیت رو عوض بکنه، یکی در رابطه با مسائل اقتصادی، یکی هم در رابطه با مسائل سیاسی و اجتماعی. به هر دو اینها که اگر نگاه بکنید، مثلا مسائل اقتصادی اگر نگاه بکنید، بزرگترین مشکلی که فعلا کشور و اقتصاد مملکت رو در برش درد سرساز شده و با مشکل رو برو کرده، یکی از لحاظ عرشبت که این تحریم های بین المللی است و یکی هم سوء مدیریت و این مافیای قدرت در ایران هست که بر اقتصاد ایران اونجاش که هست چنگ انداخته و اجازه نمیده که این اقتصاد یک نفسی بکشه و عرشبت که بتونه به راه خودش ادامه بده. این است که در رابطه با تحریم‌های خارجی و اگر نگاه بکنید، ایشون باید تحریم‌های خارجی رو یا از این ببره تا بتونه یک تکانی به اقتصاد بده، یا اینکه بتونه اونها رو به طور معناداری کم بکنه. شما اگر به سابقه این تحریم‌های اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی برگردید، می‌بینید که قبل از اینکه این تحریم‌ها بسیار گسترده و شدید بشه و حتی بعد از اون، چند مشکل جامعه بین المللی با ایران داشتن. از ابتدای شروع این تحریم ها، چون زمانی که تحریم ها زیاد قوی نبود، فقط امریکا یه سری تحریم هایی داشت در رابطه با نفت و مسئله نظامی، و چه حالا که این تحریم ها گسترده تر شده و کشورهای خیلی زیادی عصبت که به این تحریم ها پیوستن، چند مورد همیشه مورد اشکال بوده بین جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی. یکی وضعیت حقوق بشر در داخل ایران، یکی حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم بین المللی، یکی مسئله عرض شود که مخالفتش با صلح خاورمیانه،
عرصه که و بعد بعد هم برنامه اتمی ایران. حالا شما اگر همه هر کدوم از اینها رو نگاه بکنید میبینید که اینها حوزه هایی نیست که رئیس جمهور جمهوری اسلامی در اونها به اصطلاح بتونه سیاست رو سیاست کل نظام رو تغییر بده. اینها همه در حوزه های عصبه که آقای خامنه ای و مسئولان امنیتی و سپاه پاسداران هست. شما از فرض فهمید که صلح خاورمیانه و این مسائل که نگاه بکنید اینها دست رئیس جمهور نیست که اینها بخوان سیاست رو تغییر بدن، یا حمایت از گروه های تروریستی یا حزب الله لبنان یا مسائل دیگه، میبینید که اینها دست رئیس جمهور نیست که بخواد عوض بکنه. حالا مسئله از همه اینها مهمتر مسئله اتمی. مسئله اتمی هم اثر است که دست رئیس جمهور جمهوری اسلامی نیست که بخواد سیاستش رو عوض بکنه، کما اینکه همین آقای روحانی خیلی ها باورشون یعنی از یاد بردن که زمانی که اولین عصبه که تحریم های شورای امنیت بر علیه ایران در دوره آقای خاتمی، اولین قطعنامه رو که بر علیه ایران شورای امنیت داد و محکوم کرد، عصبه که در دوره آقای خاتمی بود و همین آقای روحانی اگر اشتباه نکنم مسئول مذاکرات اتمی بود، عصبه که این است که ایشون اختیاری در این روابط در این مسائل نداره که بخواد این سیاست ها رو تغییر بده. از اون موقع تا به حال یک مسئله عمده دیگری هم به این مسائل بین المللی و مشکلات جامعه بین المللی با ایران اضافه شده و اون حمایت بی دریغ ایران هست از حکومت بشار اسد. من تصور نمی کنم که الان به اصطلاح جامعه بین المللی بخواد کاری بکنه بدون اینکه ایران بخواد تغییری در این رابطه با سیاستش در سوریه بده، که اون هم باز در اختیار رئیس جمهور نیست. در نتیجه من خیلی مشکل نیست، یعنی بعید میبینم که این سیاست ها تغییر بکنه. تنها راه تغییر کردنش این هست که واقعا این سیاست از درون خود نظام و آقای خامنه ای به این نتیجه رسیده باشه که این سیاست ها باید تغییر بکنه و که این تحریم ها برداشته بشه. هر صورت که و این هم کار یک شب و دو شب نیست، یعنی به فرق یک شب نه آقای خامنه ای میتونه یک شب تمام این سیاست ها رو تغییر بده و نه اگر هم اینها رو تغییر بده مثل قدیم نیست که فرض فرمایید فقط امریکا یک سری تحریم هایی بر علیه ایران داشته باشه و بتونه رئیس جمهور امریکا بتونه با یک امضای تحریم ها رو برداره. بعضی هاشو میتونه ولی بعضی هاشو نمیتونه، چون از اون موقع تا به حال مگر این تحریم ها رو دنبال کرده باشید میبینید که بسیاری از این تحریم ها به عنوان قانون در داخل امریکا به تصویب رسیده و برداشتنشون مستلزم این هست که مجلس امریکا رأی بده و بسیاری از این قوانین در داخل امریکا برداشته بشه و این هم کار ساده ای نیست، بخاطر اینکه در هر شبت که مجلس امریکا خب لابی های گوناگونی هست، از لابی های معشبت که طرفدار اسرائیل بگیرید تا لابی های طرفدار کشورهای عربی و اینها هر کدومشون به اصطلاح سیاست های خودشون رو میخوان پیش ببرن و به این سادگی نیست که بتونن بشه این چیزها رو برداشت. این است که در رابطه با تحریم ها برداشتن تحریم ها ایشون یک مشکل بسیار بزرگ عظیمی در پیش رو داره که کار یک شب و دو شب نیست که و این مشکلات هم دست یک نفر و دو نفر نیست که با یک مذاکره یا دو مذاکره بشود اونها رو تغییر داد. این از مسئله اقتصادی. در رابطه با مسائل سیاسی و داخلی هم یک نگاهی اگر ما بکنیم میبینیم که این خواست هایی که مردم تصورشون بر این هست که آقای یا امیدشون هم بر این هست که آقای روحانی از شبت که جبر رو عوض بکنه، باز اونها رو هم اگر نگاه بکنید میبینید که از شبت که دست رئیس جمهور نیست، از شبت که آزاد کردن زندانیان سیاسی، همه اینها باز کردن جبر اجتماعی، همه اینها رو وقتی شما نگاه بکنید میبینید که دست آقای خامنه ای، نیروهای امنیتی،
و حزب الله و عصبت که امثار و اینها هستن که این تصمیم ها رو میگیرند و این جو رو در داخل کشور به وجود میارن و به این سادگی ها هم عصبت که دست از این کارهاشون بر نمیدارن. تنها خاصیتی که آقای آمدن آقای روحانی و انتخاب ایشون داره به نظر من همین امیدها هست، یعنی این که در این رو ما نمیتونیم این کار بکنیم که آمدن ایشون حالا به حق یا به ناحق اصلا که یک امیدی رو در جامعه و مثلا در این جوانها به وجود آورده که جب عوض خواهد شد و اصلا که جامعه یک تحولی از چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ اجتماعی و سیاسی و مسئله آزادی ها درش به وجود خواهد اومد. همین بالا رفتن انتظار مردم نشانه خوبی است، به خاطر اینکه وقتی که این مردم به این نتیجه برسن که ایشون نه کاری کرده و نه کاری میتونه انجام بده، همین امید میتونه به خشم مبدل بشه، میتونه به نارضایتی گسترده تر منجر بشه و برای جمهوری اسلامی و مسئولانش مشکل سازتر از اون چی که فکر میکنن بشه. حالا درسته که اینها از ربط که میان و به قول امریکایی اسپین دکترهاشون صحبت از این میکنن که این رأی به نظام بود و از این حرف ها، ولی در واقعیت این هست که خودشون هم نگران هستن به خاطر اینکه این بالا رفتن انتظار مردم برای بهبود وضعیت یک شمشیر دولبه است که از هر دو طرف میتونه برنده باشه و اگر اینها نتونن این خواسته ها رو برآورده کنن با مشکلات عظیمی روبرو خواهند بود. اگر شما نگاه بکنید میبینید که خودشون هم به این مسئله پی بردن و آقای خاتمی مثلا بلا فاصله شروع کرده است به پایین آوردن انتظار مردم که بله رئیس جمهور نمیتونه یک شب معجزه بکنه، نباید زیاد بهش فشار آورد، نباید انتظارات غیر واقعی داشت، نمیدونم از این صحبت ها که یکم مردم رو انتظاراتشون رو بیارن پایین. حالا به هر حال باید دید که چطور خواهد شد و آقای روحانی چگونه عمل خواهد کرد. جناب شایان، اون چی که در داخل یا به قولی فرصت طلبان و اصلاح طلبان بهش پای می فشارن اینه که گروه زیادی از کشورهای خارجی که احتمال خیلی زیاد به کشورهای اروپایی و امریکایی دارن اشاره می کنن، خیلی از اومدن آقای روحانی استقبال می کنن. آیا واقعا کشورهای خارجی دارن استقبال میکنن یا مثل هر جای دیگه تنها امیدوارن که روابط بهتری داشته باشن؟ این چگونه است که آقای خامنه ای انتخاب میکنه، فرض کنید آقای جان کری خوشحال میشه؟ خب ببینید، کشورهای خارجی خب استقبال میکنن به خاطر اینکه اونها هم امید دارن که این وضعیت، چون ببینید وقتی که این تحریم ها رو گذاشتن و هر روز هم سخت‌ترش کردن، امیدشون در این بود است که از شبت که جلوی جنگ و یک درگیری نظامی گرفته بشه، جلوی مشکلات بیشتر گرفته بشه و خب این تحریم ها دیدن که در تمام طول این سال ها اون چنانی که باید و شاید بر روی عملکرد جمهوری اسلامی اثر که فکر میکردن داشته باشه نداشته. درسته روی اقتصاد به صلاح اثر داشته، روی نارضایتی مردم اثر داشته، از شبت که بسیار هم محصر عمل کرده، ولی خب به هر حال کشورهایی که مثل کشورهای اروپایی مایل هستن که هر طور شده این قضیه به جنگ و به درگیری های نظامی نکشه، اونش که واقعا نمیخواد که کار به اونجاها بکشه. از شبت که خب این طبیعی است که وقتی میبینن یک تغییری به وجود آمده و با یک عرشبت که حالا شخص جدیدی، حالا با تبلیغات، حالا ممکنه بعدها بفهمن که نخیر این آقای عرشبت که روحانی بدتر از آقای احمدی نژاد یا دیگران بود که به قول معروف اونها اگر شمشیر رو مستقیم نشون میدادن این آقا میخواد با پنبه سر اونها رو ببره، ولی خب هر حال استقبال میکنن، یعنی امید دارن مثل خیلی ها که یک تغییر تحولی به وجود بیاد. این امید به نظر من زیاد به طول نخواهد انجامید، یعنی
به زودی متوجه خواهند شد که وضعیت همون شکل قدیم خواهد بود و سیاست ها تغییرات کلی و عمده نخواهد کرد و همین این باعث خواهد شد که اون امیدواری اولیهی که دارن نسبت به تغییر سیاست های جمهوری اسلامی به ناامیدی بدل بشه. برای این که خب امیدوارن، چرا که نه، به هر حال این به سیاست مداران همشون دنبال بهانه میگردن که از اون تصمیماتی که دوست ندارن بگیرن اصفت که بتونن از زیرش در برن و تغییر بدن. این است که بله بعضیشون امیدوار هستن، مثل خیلی ها در داخل ایران، ولی این امیدواری فکر نمی کنم به مدت زیاد طولانی دوام پیدا بکنه. جناب شهید، دو مسئله دیگه در وضعیت ایران و چیزی که شاید تا مقدار زیادی شرایط ایران رو برای روابط خارجی و کشورهای خارجی مشکل می‌کرده، دو تا موزه. یک، مسئله حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله و حماس و سرازیر کردن سرمایه‌های زیاد برای جلوگیری از صلح خاورمیانه و مسئله سوریه و رفتن آقای بشار اسد. آیا این دوتا موضع در شرایطیه که داره به طرف سود ایران حرکت میکنه، به طرف کمک به ایران حرکت میکنه، یا این دو هم واقعا اون چی که امروز آقای جان کری من در اول صبح دیدم این بود که اعلام کردن که روابط مسئله صلح داره به خوبی پیش میره؟ آیا اینجا هم جمهوری اسلامی در کورنر قرار گرفته یا این که نه، این فقط تبلیغات؟ البته اینی که البته این مسئله سوریه میتونه خیلی کمک بکنه به نیروهای طرفدار صلح در فلسطین، بخاطر اینکه اولا که جمهوری اسلامی مقدار تمام نیروهاش رو، تمام سعی و کوششش رو، تمام هموطنانش رو معطوف به سوریه کرده و همین این باعث این شده است که گروه های سنی مثلا حتی حماس که مدت ها از پول ملت ایران تغذیه میکرد و صدها میلیون دلار از پول این مردم بدبخت در داخل ایران که محتاج کار هستن، محتاج بهتر شدن وضع زندگیشون هستن، خرج حماس میشد. بعد از این مسائلی که در سوریه پیش آمده، اونها هم خودشون رو نسبت به جمهوری اسلامی یک مقدار فاصله گرفتن و همین این ممکنه کمک بکنه که به نیروهایی که طرفدار صلح هستن بین فلسطینی ها و اسرائیل یک دست بالای تری بهشون بده. خب جای امیدواری هست، ولی اینکه حالا این واقعا به صلح برسن یا نرسن، اون به نظر من یک مقدار زود هست که ما زیاد خوشنود بشیم یا زیاد خوشبین بشیم که واقعا اتفاق داره میفته. ولی خب امیدواریم که این خوشبینی آقای کری واقعیت داشته باشه و به یک مسئله صلح‌آمیزی، توافقنامه صلح‌آمیزی بین عراق و اسرائیل برسن و این مشکلات حل بشه. ولی خب همونجوری که شما فرمودید، مسائل سوریه موقعیت عصبت که ایران رو در رابطه با گروه های فلسطینی، مخصوصا اینهاشو که سنی، اکثرشون البته سنی مذهب هستن، بسیار تضعیف کرده و از اون نفوذ قبلیشون بسیار کاسته و این خودش یک عصبت که یک نشانه خوبی اگر به همین وضع ادامه پیدا بکنه و نفوذ جمهوری اسلامی خرابکاری هاش در این روند صلح کمتر کمتر بشه، جای امیدواری است. جوشه، مسئله دیگه، مسئله اینه که در کشورهای همسایه و لااقل در کشورهای منطقه ما خیزش جدیدی، خیزش مدرنیته امروز داره حکم میکنه.
شاید در چند سال پیش گفتن بهار عربی اومده یا زمستان، به احتمالاً این بهار عربی خیلی زود داره به زمستان ختم میشه. در ترکیه میبینیم که مردم در مقابل مسائل اسلامی و قوانین اسلامی آقای اردوغان قطع گرم کردن. از سوی دیگه امروز همینجور که حتما دیدی در خبرها، هزاران هزار نفر در میدان تحریر قاهره جمع شدن و خواستار استعفای آقای مرسی شدن. این آیا این خیزشی هست که در منطقه باید دید به زودی فراگیر میشه یا اینکه خیر اینها سرکوب میشه به نظر شما؟ والا این بهار عربی یه مقدار مثل حالت الان که شما فرمودید به نظر من اومد که آیا شما میبینید که در زمستان، هنوز زمستان تمام نشده ولی هوا خیلی گرم و خوب میشه، عرصه که بعدش همه فکر میکنن که زمستان تمام شد ولی زمستان میاد و دوباره یک برف و بوران شدیدی میشه و بالاخره تا اینکه بهار واقعی برسه. این حالت این بهار عربی و اینها هم مثل این که یه همچه حالتی داشته، این خاطر که خیلی ها امیدوار بودن که بعد زمستان حکومت های دیکتاتوری آتوکرات تمام شد و مردم اومدند و زندگی دموکرات به سوی یک زندگی و یک کشور و یک حکومت دموکرات پیش خواهند رفت و اینها، ولی باز زمستان این اسلامگرایان آمد و اون بهار زودرس رو از بین برد. ولی این اتفاقاتی که داره میفته واقعا مایه امیدواری است. حداقل من بسیار خوشحال هستم در اینکه در مصر و در مرکز ترکیه شما میبینید که نیروهای که سکولار هستن، نیروهایی هستن که معتدل هستن در برابر سیاست‌های این اسلامگرایانی که در مصر و در حتی در ترکیه اصلاً اینها با رأی مردم آمدن و مثل ایران با خواست مردم آمدن روی کار و بعد به جای اینکه به خواست‌های واقعی مردم در رابطه با آزادی، در رابطه با دموکراسی به اونها بپردازن، شروع کردن به تحکیم کردن قدرت خودشون و محدود کردن آزادی های دیگران. ولی میبینیم که در مصر و در ترکیه مردم دفاع خواستن و در برابر این اقدامات، همین که این اقدامات رو به درست تشخیص دادن که اینها دارن واقعا چی کار میکنن و چطور دارن پایه های حکومت خودشون رو تحکیم میکنن و همین که در برابر این اقدامات ساکت ننشستن و به هر شکلی که میتونن دارن مبارزه میکنن و میخوان جلوی این قضیه رو بگیرن. این واقعا مایه امیدواری است که در فرض فرمایید کشوری مثل مصر، حالا اون وضعیت اقتصادی ترکیه رو هم نداره، اون میزان عصبت که اقتصاد شکوفای ترکیه رو هم نداره، اصلاً اون طبقه متوسط تحصیل کرده ترکیه رو هم نداره، اون حالتهای سکولار ترکیه رو نداره، اصلاً که میبینید که باز با این حال اونها در برابر آقای مرسی و سیاستهای اخوان المسلمین ایستادن و میلیون ها نفر میان در خیابون و تظاهرات میکنن و امروز هم میسیم که قرار یک تظاهرات خیلی بزرگی نه تیکه هایی از فیلمشو در حال نشون دادن هستیم. بله بله دقیقا این است که واقعا ما یه امیدواریست که اینها توانستن، یعنی اگر شما یک سال نیم دو سال پیش از من یا از هر کس دیگری میپرسید که اگر اخوان المسلمین بیاد روی کار مردم مصر در برابرش مقاومت این چینی نمی کنن، من شخصا من چون زیادم حالا وارد نیستم در این مسائل احتمالاً با شک و تردید به شما نگاه میکردم که مگه میشه اگر مردم به اخوان المسلمین رأی بدن اونها بیان، خب اون هم در یه مملکتی مثل مصر به نظر میومد که سکولارها اونقدر قدرت نداشته باشن که بخوان جلوی اینها بیستن، ولی خب میبینید که بیستادن، حالا به کجا برسن و یا نرسن یه بحثش جدا، ولی همین که نیروهای که مخالف سیاست‌های آقای مرسی هستن و مخالف سیاست‌های تمامیت خواه اخوان المسلمین هستن، همین که
زنده بودن خودشون رو نشون میدن، همین که فعال بودن خودشون رو نشون میدن، همین که به وضع موجودی که اخوان المسلمین در اون مملکت داره به وجود میاره رضایت نمیدن و در برابرش میستن، بسیار مایه امیدواری و امیدواریم که به نتیجه برسن. و این آقای مرسی رو که واقعا به نظر میاد سیاستهاش سیاستهای فرقه گرایانه و عصبت که حزبی خاص همون اخوان المسلمین هست رو بتونن مجبور به استعفا بدن یا حداقل یک انتخابات جدیدی به وجود بیارن و یک مقدار از قدرت که فعلا اخوان المسلمین در حکومت مصر برای خودش تهیه و تدارک دیده ازش بتونن کم بکنن. و در ترکیه هم همینطور با رشد اقتصادی که ترکیه در این 10-11 سال گذشته داشت، آقای اردوغان هم یکی از مسئولین عمده این تحولات مثبت اقتصادی بود، با این حال خیلی ها فکر میکردن که در برابر آقای اردوغان ایستادن کار ساده نیست و مردم این کار نخواهند کرد، ولی باز دیدیم که سر یک مسئله محیط زیستی در سر تا سر مرکبت که ترکیه مردم در برابر سیاست های آقای اردوغان ایستادن و هنوز هم این مسئله پایان نیفته و مردم به مخالفت خودشون با سیاست های آقای اردوغان ادامه میدن. البته به کجا برسن اون بحث شده. آیشایا همه اینها امیدوار کننده است در منطقه، امیدواریم که در ایران ما هم کسانی که سکولار هستن واقعا سکولار هستن این فرصت رو روزی پیدا بکنن در برابر این سیاست های اسلام گرایانه حکومت جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان و تون روها و نمیدونم اصول گرایان اینها همه و همه بتونن بیستن و مثل برادران خودشون در ترکیه و مصر بتونن نشون بدن به دنیا که اونها به این سیاست های اسلام گرایانه و واپس گرایانه نه راضی هستن و نه تحملش خواهند کرد و نه در برابر ساکت میشن. آقای شایان از شما بسیار بسیار متشکرم و به امید آنکه در برنامه آتی نیز از دانش شما بهره بگیریم. درود بر شما. قربان شما، خیلی ممنون لطف کردید. امیدوارم که روز خوبی شما و همه هموطنانم داشته باشید. درود بر شما. قربان شما. میریم و باز میکردیم. نمیشه دل به هر کس داد، نمیشه از نفس افتاد، پرنده با پر بسته نمیشه از قفس آزاد، نمیشه شب به شب خوابی، فقط خواب و وحشت نمیشه در سکوت خود صدای بینندگان گرامی، خبرها حاکی از اون هست که تیم والیبال ایران در یک مسابقه در
ایتالیا توانست تیم ایتالیا قهرمان در گروه بندی بی را با نتیجه 3-1 شکست بده و بتونه قهرمان در این رده مسابقه ها به پیروزی برسه. تبریکی داریم به همه هموطنانمون و خصوصا تیم والیبال ایران. از سوی دیگه این تبعیض برای زنان و دختران ایرانی از بدو به روی کار آمدن حکومت اسلامی بوده و هست. یکی خانم جوانی، این خانم جوان توانسته به یک رکورد عالی دست پیدا کنه. به ایشون کاری که کردن خانم الهام و سادات اصغری، بانوی شناگری هستن که توانسته رکورد 18 کیلومتر خود رو بشکنه، اما فدراسیون شنا برگشته و گفته این رکورد قبول نیست چون لباس این خانم لباس اسلامی نبوده و موقعی که از آب بیرون اومده بعضی از تیکه های برجستگی بدنش معلوم بوده، پس شناش قبول نیست. من نمیدونم باید چه کرد، آیا باید واقعا این برآمدگی بدنهای خانمها رو جراحی کرد، با ساتور زد، یا به طریقه اسلامی قطع کرد و قصاص کرد؟ چون مردان ندارن و خانمها دارن، بهتر قصاص بشه. با یکدیگه به صحبتهای این خانم نگاه میکنیم، باز میگردیم با شما صحبت میکنیم. این اتفاق بر من باورپذیر نیست. از همه شما که تو شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، پیام‌های محبت‌آمیز گذاشتید، صمیمانه ازتون تشکر می‌کنم و لطف و مهربونیتون رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. من تسلیم حرف زور نمی‌شم. از شما هم خواهش می‌کنم که تسلیم حرف زور نشید و تا جایی که می‌تونید تمام تلاشتون رو بکنید تا به هدفتون برسید. چون فقط شنا مخصوص آقایون نیست. ما هم حرفی برای گفتن داریم. خانم الهام و سادات اصغری، خانم شناگر ایرانی، شما قهرمان مردم ایران هستین، شما رکوردتونو دارین. مسئله فشار بر زنان ایران مسئله تازه‌ای نیست. از همیشه مذهب زن رو در گوشه خونه نگاه داشته. این مزخرفات و لاطائلات هم باید انداخت دور که 4 زن بگیریم چون احترام داره. خانم کجا احترام داره؟ زنایی که 4 تاشون برابر یه مردن کجا احترام داره؟ این مزخرفات و لاطائلات رو میشه به کسانی بگفت که در پستو زندگی میکنن یا در دخبه ها و چادرهای 1400 سال پیش. زن یه انسان به اندازه من و به اندازه پدرش و به اندازه پسرش و به اندازه برادر و شوهرش ارزش داره. اینی که شما بدنت این دختیه، شما پس رکورد نشکستی، 4 آدم هیز کثیفی که در اونجا نشستن اصلا اینو ننجوری نگاه میکنن، چه باید کرد؟ مسئله فشار به زن ایرانی از آغاز مسئله اسلام بوده هست و همچنان ادامه میده. به خاطر داشته باشین، به خاطر داشته باشین در تاریخ 101 ساله اخیر ایران میتونیم از روزی که قرة‌العین اولین زن آزاده ایرانی فریاد اینی که باید حجاب رو گسست از سر داد و چادر و روبنده رو از سرش باز کرد، در زمان ناصرالدین شاه به داخل چاه انداختنش، جلوش و جویدن و خفش کردن. اونها گفتن که قرة‌العین رو میکشن که شاید آزادی زنان، اما در یک دوره کوتاه در دوران پهلوی ها زنان به مقدار زیادی به آزادی های فردیشون رسیدن و هنوز به کمال مطلوب نرسیده. این بختک جمهوری اسلامی بر سر اونها اومد. همه اونهایی که شریک جنایات جمهوری اسلامی هن، پایه‌گذاران جمهوری اسلامی هن، امروز مسئولن که به خانم الهام و دیگران بیان جواب بدن. شما که صحبت از دموکراسی می‌کردی وقتی که حزب الله در اول انقلاب زنان ایرانی رو در تظاهرات علیه چادر و حجاب اونگونه مورد ضرب و شتم قرار دادن، کجا بودی؟ همه منتظر شغل بودین؟ همه ایستاده بودی شاید وزیر و وکیل بشین؟ اما همه حرف‌ها که می‌زدید باد هوا بود. چی رو دزدیدن؟ کدام انقلاب رو دزدیدن؟ شما واسه اینکه دزد نبره چه کردید؟ همه اونهایی که در مسئله انقلاب ایران دست در دست خمینی داشتن مسئول جنایاتی هستند که به 50% از جامعه ایران و زن ایرانی میشه، زیرا که هنوز لب باز نکردن و حرفی نمیزنن. به شعری از هیلا صدیقی نگاه میکنم.
من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم صبور و هم غیورم، طفلی از آبستن تو. من زن ایرانیم، همسایه و هم نسل شیرین، خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین. من زن ایرانیم، اهل تمدن، زاده پارس، مثل دریا می خروشم. من خلیجم تا ابد فارس. بله، اینا زنان ایران، دختران ایران، و به اندازه من و شما حق دارن و وظیفه ماست که در کنار اینها بمونیم. داغی که بر دل همه انسانهای آزاده هست، نه اونهایی که تظاهر به آزادی و دموکراسی میکنن، همه اونها که برای انسانیت ارزش قائلن. در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسه. از این که با ما بودید بسیار متشکریم. تا دیگر هفته‌ای که به خانه های شما بیاییم و دیگر مطالبی را راجع به کشور ما با شما در میون بذاریم، همه شما را به خدای ایران، به خدای عشق، به خدایی که جز عشق نمیشناسد میسپارم. و به خاطر داشته باشید، در راهی که در پیش داریم، پیروزی از آن ماست.